سلام شنوندگان عزیز با این امید که در سلامت جسم و آرامش الهی عیسی مسیح به سر میبرید مطالعه دیگری در کلام خدا را آغاز میکنیم عنوان این مطالعه هست این که ایسای مسیح نجات دهنده است به چه معناست؟ این که ایسای مسیح نجات دهنده است به چه معناست؟ عزیزان قبل از شروع این مطالعه با هم از خداوند درخواست کنیم تا قلب و فکر ما را برای درک صحیح از این تعلیم آماده کنه. خداوند از تو سپاس گذارم زیرا که مشتاقی با من صحبت کنی و مرا تعلیم دهی. خداوند از تو درخواست می کنم تا در درک صحیح از آنچه که تو امروز می خواهی به من تعلیم دهی کمکم کنی در نام عیسی مسیح درخواست می کنم آمین دوست خوب من در اکثر فیلم های عبر قهرمانی قهرمان باید در موقعیت های خطرناک مداخله کنه تا قربانی ناتوانی را نجات بده در پایان قربانی ممکنه با تمام قدرت فریاد بزنه تو قهرمان من هستی در این لحظه شخص سپاسگزار تصدیق میکنه که قهرمان به طور بلقوه با فداکاری بزرگ او را از خطر مرگ نجات داده ایمانداران به عیسی مسیح یعنی مسیحیان وقتی از عیسی به عنوان نجات دهنده یاد می کنند تقریبا همان معنا را داره اما در مقیاس بسیار بزرگتری در کتاب مقدس کلمه نجات دهنده به سادگی به معنای کسی هست که شخص دیگری را نجات میده. عزیزان در کتاب مقدس ما مسیحیان در قسمت عهد عتیق خداوند اغلب به عنوان نجات دهنده نامیده شده نجات دهنده ای که قوم خود را از انواع خطرات نجات میده در کتاب مقدس در تصنیه فصل 32 آیه 15 در اول تواریخ فصل 16 آیه 35 در مزامیر فصل 18 آیه 46 و همچنین در مزمور فصل 38 آیه 22 نمونه هایی را در قسمت عهد عتیق کتاب مقدس مشاهده می کنیم که خداوند را به عنوان نجات دهنده معرفی می کنند. عزیزان در ادامه این تعلیم به دو سوال بسیار مهم پاسخ میدم. سوال اول این هست که عیسی مسیح ما را از چه چیزی نجات می دهد؟ سؤال سوال دومی که به آن پاسخ خواهم داد اینه که عیسی مسیح ما را برای چه نجات می دهد؟ دوست خوب من قبل از هر چیز برای درک نقش صحیحی به عنوان نجات دهنده یا همان ناجی باید وضعیت ناامیدانه خودمون را درک کنیم لطفا دقت بفرمایید انسان ها در برابر خدا گناه کرده اند اسیان کرده اند و داوطلبانه خودشون را از یگان خدای زندگی خالق خود و این هستی جدا نموده اند. این واقعیت تلخ را کتاب مقدس در رومیان فصل 3 و آیه 23 به ما اینطور یاد میده. زیرا همه گناه کرده اند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. عزیزان کلام خدا باز در رومیان فصل 5 آیه دوازده این موقعیت اسفبار انسان را به ما اینطور یاد میده. در رومیان فصل پنج آیه دوازده میخوانیم که وقتی آدم گناه کرد گناه او تمام نسل بشر را آلوده ساخت و باعث شیوع مرگ در سراسر جهان شد در نتیجه همه چیز دچار فرسودگی و تباهی گشت چون انسانها همه گناه کردند عزیزان گناه باعث مرگ شده و میشه بنابراین همه چیز در جهان ما اکنون در حال مرگ کتاب مقدس در یعقوب فصل یک و آیات چهارده و پانزده به ما میگه که وسوسه یعنی اینکه انسان فریفته و مجذوب افکار و امیال ناپاک خود شود این افکار و امیال ناپاک او را به انجام کارهای گناه آلود می کشاند. و این کارها نیز منجر به مرگ می گردند که همانا مجازات الهی است دوست خوب من از آنجایی که خدا مقدس هست او حتما هر گناهی را مجازات خواهد کرد مجازات گناه منجر به جدایی ابدی ما از او خواهد شد نقل قول از عیسی مسیح در انجیل متا فصل ده آیه 28 این نکته بسیار مهم را بسیار واضح و روشن اینطور به ما یاد میده عیسی مسیح در انجیل متا فصل ده آیه 28 میفرماید نترسید از کسانی که می توانند فقط بدن شما را بکشند ولی نمی توانند به روحتان صدمه ای بزنند از خدا بترسید که قادر است هم بدن و هم روح شما را در جهنم هلاک کند عزیزان بدون عیسی مسیح انسانها به طور درمانده اسیر گناه می شوند و هرگز نمیتونند به تنهایی به تقدس دست یابند. کتاب مقدس این نکته حیاتی را در رومیان فصل 3 آیات 9 تا 20 برای ما به طور خیلی واضح توضیح داده. به خاطر کمبود وقت من از قرائت این آیات خودداری می کنم ولی شما را تشویق می کنم این قسمت از کلام خدا را حتما مطالعه بفرمایید. کلام خدا در رومیان فصل 3 آیات 9 تا 20 دوست خوب من ما در مسیر یک طرفه به سوی جهنم به دنیا آمدیم و به درستی به خاطر گناه خود توسط خداوند محکوم شدیم. کلام خدا در افاسسیان فصل دو آیات یک تا سه این موقعیت گناه آلود و اسفبار ما انسانها را اینطور بیان فرموده. این قسمت از کتاب مقدس می‌فرماید روزگاری شما نیز به علت خطایا و گناهانتان زیر لعنت خدا قرار داشتید و محکوم به مرگ ابدی بودید شما هم مانند دیگران غرق در گناه بودید و شیطان را اطاعت می کردید. شیطانی که رئیس نیروهای پلید است و همکنون در قلب مخالفین خدا عمل می کند. آیه سوم ادامه میده ما نیز همگی مانند آنها بودیم طرز زندگی ما نشان دهنده ذات ناپاک ما بود ما اسیر ها و افکار کثیف خود بودیم و دست به هر کار زشتی میزدیم. ما با همین طبیعت سرکش به دنیا آمدیم و درست مانند دیگران زیر خشم و قذب خدا بودیم. عزیزان درست اینجاست که عیسی مسیح وارد عمل میشه دقت کنید عیسی که خداست کامل و هرگز گناه نکرده عیسی زندگی کاملا عادلانه ای داشت و بنابراین سزاوار مرگ نبود کتاب مقدس در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21 میفرماید زیرا خدا بار گناهان ما را بر دوش مسیح بی گناه گذاشت تا ما به عنوان پیروان او آنطور که مورد پسند خداست نیک و عادل شویم عزیزان با این حال عیسی در نهایت فروتنی و محبتش برای ما انسانهای گناهکار تصمیم گرفت تا داوطلبانه به جای ما بر روی صلیب به آن طرز وحشتناک و دلخراش جان بده تا بهای گناهان ما را که مرگ و جدایی ابدی از خدا بود پرداخت کنه در ارتباط با این مهم کتاب مقدس در اول پتروس فصل دو آیه 24 به ما یاد میده که او یعنی عیسی مسیح بر روی صلیب بار گناهان ما را دوش گرفت تا ما بتوانیم از چنگ گناه رهایی یافته زندگی پاکی داشته باشیم زخم های او نیز دوای دردهای ما گردید عزیزان کتاب مقدس در اول یوحنا فصل دو آیه دو این حقیقت شگرف را اینطور به ما تعلیم میده این آیه میفرماید او یعنی عیسی مسیح کسی است که تاوان گناهان ما را داده تا خدا ما را هلاک نسازد او با این کار رابطه دوستانه میان خدا و ما به وجود آورده است او نه فقط برای گناهان ما بلکه برای گناهان تمام مردم جهان فدا شد عزیزان با توجه به قسمت‌های دیگر کلام خدا عیسی مسیح پس از آن که بر روی صلیب به جای ما انسان‌های گناهکار جان داد و مرد در قبری دفن شد اما چون ذات الهی در ایسای مسیح بود وی پس از سه روز که در قبر نهاده شده بود زنده شد از مردگان قیام فرمود و پیروزی خود را بر گناه مرگ و شیطان تسبیت نمود ایسای مسیح همچنین به زودی به این جهان باز خواهد گشت تا شر را به طور کامل از جهان دور کند به دلیل مرگ و رستاخیز ایسای مسیح از مردگان حال هر کسی که به او ایمان بیاره و اعتماد کنه میتونه زندگی ابدی داشته باشه برای هر کسی که به عیسی مسیح ایمان بیاره و اعتماد میکنه، او ناجی یا همان منجی و نجات دهنده از غضب خداوند و دوری ابدی از وی می شود. دوست خوب من، همه ما انسان ها نیاز به نجات از غضب خداوند و بخشش از مجازات گناهانمان داریم. عیسی مسیح آمد تا ما را نجات بده عیسی مسیح با بخشش گناهان ما ما را از گناه نجات می‌دهد برای مثال کتاب مقدس در انجیل لوقا فصل 19 آیه 10 اعمال رسولان فصل 10 آیات 42 و 43 و همچنین اول تیموتائوس فصل 1 آیه 15 به این نکته اشاره دارند عزیزان عیسی با عادل شمردن ما یا به عبارتی دیگه با بیگناه شمردن ما با خون خود ما را از مجازات عادلانه خدا نجات می دهد. کتاب مقدس در رومیان فصل پنج آیه نه میفرماید اگر آن زمان که گناهکار بودیم مسیح با ریختن خون خود این فداکاری را در حق ما کرد حالا که خدا ما را بی گناه به حساب آورده چه کارهای بزرگتری برای ما انجام خواهد داد و ما را از خشم و قذب آینده خدا رهایی خواهد بخشد دوست خوب من عیسی مسیح با بخشیدن زندگی ابدی ما را از مرگ نجات میده عزیزان عیسی مسیح با جداسازی ما از گناهانمان با قدرت بخشیدن و تقدیس ما ما را از انحطاط جهان نجات میده در ارتباط با این نکته بسیار مهم در کتاب تیتوس فصل 3 آیات 3 تا 8 چنین میخوانیم. این قسمت از کلام خدا میفرماید ما نیز زمانی نادان و یاقی و گمراه و اسیر شهوتها و لذتهای ناپاک بودیم زندگی ما پر بود از کینه و حسادت همه از ما نفرت داشتند ما نیز از همه متنفر بودیم اما زمانی رسید که مهربانی و لطف نجات دهنده ما خدا آشکار شد و ما را نجات داد او نه به خاطر خوبی و پاکی ما بلکه فقط در اثر رحمت و دلسوزی که نسبت به ما داشت ما را از گناهانمان شست و تاهر ساخت و به وسیله روح القدس به ما تولدی تازه و حیاتی نو بخشید. در اثر کاری که نجات دهنده ما عیسی مسیح انجام داد خدا روح القدس را به فراوانی به ما عطا فرمود تا به لطف عیسی مسیح در پیشگاه خداوند بیگناه به حساب بیاییم اکنون میتوانیم در برکات زندگی جاوید شریک شده با اشتیاق در انتظار روزی باشیم که به طور کامل از این زندگی برخوردار خواهیم شد این مطالب همه درست و صحیح می باشند. از این رو می خواهم آنها را با تأکید به مسیحیان گوش زد کنی تا ایشان همواره به انجام اعمال نیک بپردازند. زیرا این امور برای همه انسانها خوب و مفید است. عزیزان عیسی مسیح همچنین ما را از شر شیطان که جهان را فریب میده نجات میدهد کتاب مقدس در اول یوحنا فصل 3 آیه 8 میفرماید اما کسی که در گناه به سر میبرد نشان میدهد که فرزند شیطان است زیرا شیطان از همان ابتدا که خود را به گناه آلوده ساخت تا به حال گناه می کند اما فرزند خدا آمد تا اعمال شیطان را باطل سازد دوست خوب من به همین دلایل و بسیار دلایل دیگر عیسی مسیح به حق به عنوان نجات دهنده جهان پرستش می شود عزیزان لطفا دقت بفرمایید عیسی مسیح ما را از چیزی نجات نداد بلکه عیسی مسیح ما را برای چیزی نجات داد دقت کنید عیسی مسیح ما را برای رابطه با خدا که ما را دوست داره نجات داد کلام خدا این مهم را در انجیل یوحنا فصل 3 آیات 16 تا 18 اینگونه به ما تعلیم میده این قسمت از کلام خدا میفرماید زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگان فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد خدا فرزند خود را فرستاده است نه برای اینکه مردم را محکوم کند بلکه به وسیله او نجاتشان دهد کسانی که به او ایمان بیاورند هیچ نوع محکومیت و حلاکتی در انتظارشان نیست ولی کسانی که به او ایمان نیاورند از همکنون محکومند چون به یگان فرزند خدا ایمان نیاورده اند. عزیزان عیسی مسیح با نجات ما از گناهانمان آشتی با خدا را ممکن کرد و به ما این امکان را داد که به عنوان پدر آسمانی خود به خدا نزدیک شویم عزیزان فقط با فیض ایسای مسیح و نه با اعمالمان ما برای همیشه نزد خدا نجات میابیم او را پرستش میکنیم از او لذت میبریم و برای همیشه مورد محبت او قرار میگیریم این نکته بسیار مهم را نیز کتاب مقدس در افسسیان فصل دو آیات چهار تا ده به ما تعلیم میده توجه شما را به این آیات بسیار مهم جلب می کنه. اما خدا که لطف و رحمتش بیش از حد تصور ماست ما را آنقدر دوست داشت که به ما عمر دوباره داد زیرا ما به سبب گناهانمان روحا مرده بودیم و می بایست تا به ابد دور از خدا به سر ببریم اما وقتی خدا مسیح را پس از مرگ زنده کرد به ما نیز عمر دوباره داد پس ما صرفا در اثر لطف و فیض خدا نجات پیدا کرده ایم بلی او به دلیل کاری که مسیح برای ما کرد ما را از این مرگ روحانی زنده ساخت و همراه مسیح عزت و جلال بخشید از این رو اکنون جای ما با مسیح در آسمان است اینک خدا میتواند با اشاره به لطفی که توسط عیسی مسیح در حق ما کرده است عظمت و عمق لطف و محبت خود را به مردم همه قرون و اعصار نمایان سازد بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه هدیه خداست نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست از این رو هیچ کس نمی تواند به خود ببالد این خداست که ما را از نو آفریده و این زندگی جدید را از فیض وجود عیسی مسیح به ما داده است. و از زمانهای دور دست نقشه خدا این بوده که ما این زندگی جدید را صرف خدمت به دیگران نماییم دوست خوب من مرگ و رستاخیز عیسی مسیح همه این چیزها را ممکن می سازه و نشون میده که او نجات دهنده جهان است حال سوالی که باید به اون جواب بدید اینه که آیا عیسی مسیح نجات دهنده شما هست؟ عزیزان خدا روشن میکنه که ما فقط با اعتماد به پسر او عیسی مسیح نجات پیدا میکنیم. هیچ شخصی هیچ فلسفه‌ای یا هیچ عمل دیگری نمیتونه ما را با خالق مقدسمان آشتی بده هنگامی که به حقیقت عیسی مسیح تسلیم می شویم، به گناه خود اعتراف می کنیم و به او اعتماد، آنگاه زندگی ابدی، رابطه صمیمانه با خدا و فیض دریافت می کنیم تا تمام گناهان گذشته، حال و آینده ما را بپوشاند. دوست خوب من اگر تا این لحظه به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود اعتماد نکرده اید امروز نزد او بیایید عیسی مسیح بدون توجه به گذشته شما بخشنده است به عیسی مسیح ایمان داشته باشید و برای نجات از غضب الهی خداوند و مجازات گناهانتان به او اعتماد کنید. دوست من، منتظر چی هستی؟ عیسی مسیح بسیار مشتاق تا شما را به آغوش باز پرمحبت و پرفیض خود بپذیره. دعوت او را امروز بپذیرید